به نام خداوند سلام عرض میکنم خدمت دوستان. جلسه سوم از سلسله جلسات شرح غزلیات سعدی رو آغاز میکنیم. نوبت گذشته به سه غزل از غزلیات دیگر سعدی پرداختم و مضامین و نکاتی رو درباره اونها با عزیزان در میان نهادم. امروز هم سه غزل رو انتخاب کردم، اگر مجالی باشه به همه اونها خواهیم پرداخت، اگر نه که دست کم دو تایی از اونها رو به تفصیل به بحث خواهم گذاشت. غزل اول رو نوبت پیشین هم اشارتی بهش کردم و مایلم به همین سبب از این غزل بیاغازم، که برخی تعابیری که کاملا تنین سعدیوار داره از این غزل استشمام میشه. بعد یک غزل عارفانه میخوانیم با یکدیگر و پس از آن انشالله یک غزلی که از شهرتی برخورداره و نوبت پیشین هم یک بیت از اون رو خواندم در دستور کار ما قرار خواهد گرفت. از غزل اول آغاز کنیم. خدا عمر بده به استاد شجریان و رحمت کنه مرحوم مشکاتیان رو که آهنگ این غزل رو، یعنی آهنگی که بر سیاق این غزل ساخته شده رو ساخته بود و با صدای خوش جناب شجریان این غزل خوانده شده و در حافظه جمعی ما جای دارد. غم زمانه خورم یا فراق یار کشم، به طاقتی که ندارم کدام بار کشم. نه قوتی که توانم کناره جستن از او، نه قدرتی که به شوخیش در کنار کشم. نه دست صبر که در آستین عقل برم، نه پای عقل که در دامن قرار کشم. چو می توان به صبوری کشید جور عدو، چرا صبور نباشم که جور یار کشم. شراب خورده ساقی ز جام صافی وصل، ضرورت است که درد سر خمار کشم. گلی چو روی تو گر در چمن به دست آید، کمینه دیده سعدیش پیش خار کشم. خب خصوصا چند بیت از غزلیات خصوصا چند بیت از این غزل از شهرتی برخورداره. از اولی می آغازم. در زبان فارسی این تعبیری که از سعدی ما دیدیم و عرض کردم در بیت اول، در سیاقهای ما اون رو به کار می بریم و جالبه، حالا چون من با زبان کار می کنم و عنایتی دارم به تحولاتی که در عرصه زبان رخ میده، به قول ویتکنشتاین واکاوی قلعه هزار توی زبان، جالبه که تعبیری که در وهله نخست افاده معنا نمی کنه وقتی شما بخواید خوب اون رو در نظر بگیرید، اما در این حال معنادارم هست، یعنی به این معنا که مینینگ عبارت هست از کاربرد به قول ویتکنشتاین. خب چرا این رو میگم؟ از همین ابیات ابتدایی این غزل بیاغازم و بعد چند مثال از زبان روزمره میزنم تا ببینیم که چگونه این به کار میره. میگه چی؟ غم زمانه خورم یا فراق یار کشم، به طاقتی که ندارم کدام بار کشم. خب به طاقتی که ندارم کدام بار کشم، این درسته به معنای تحت لفظیش. مثلا فرض بفرمایید که در پاره از این محاورات روزمره من دیدم، ببخشید این مثال رو که میزنم، میگوید که شعور نداشتت کجاست. میدونید شعور نداشتت کجاست؟ خب این چیه؟ استفهام انکاریه. بعد اگر شعوری در کار نیست که برای چی آدم سراغ بگیره؟ یه آقایی بود ظاهرا در همین امریکای شمالی به اسم آقای عطابکی،
ببخشید این تعبیر رو به کار میبرم، مرد بسیط و عرض میشود که به نظرم هوشبخت و آیکیوی پایین و زیر متوسطی به نظرم میومد. این بنده خدا رو یه برنامه تلویزیونی درست کرده بود در همین امریکا چند سال پیش و میگفت من نامزد انتخابات ریاست جمهوریم و یه عده‌ای به این زنگ می‌زدن، هی شوخیش می‌کرد، شوخی باش می‌کردن، دستش می‌انداختن، بعد اینم تمام این برنامه‌ها پخش بود. من بخشایش رو اولین بار همین تورنتو دیدم سالها پیش، منزل برادرم، و واقعا تعجب کردم که این آدم آخه قدری از تدبیر متعارف اگر می‌داشت که آخه آدم یه شبکه تلویزیونی درست کنه، بعد این تلفن‌ها باز باشن، هی با آدم زنگ بزنن، حرفای رکیک بزنن، شوخیای بکنن، همه چی بعد همینا رو پخش بکنن. حالا من بخشی از قسمت‌هاشو دیدم، مرادم اینه اونجا فرض کنید مثلا برخی ها چیزای تنازانه هم میگفتن، حرفای خلاف ادب هم که بود توش، بعد ولی مثلا از اون چیزهایی که قابل تأمل بود، فرض بفرمایید که مثلا یکی زنگ میزد بهش میگفت که آقای عطابکی شما این قلیون ها رو دیدید که در گذشته خیلی ازش استفاده میکردم، برخی از این قلیون هایی که یه عکس ها و نقش و نگار هایی هم داشت، میگفت بله بله دیدم، میگفت حالا من یه پیشنهادی دارم برای شما که میخواید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنید، بدید این عکستون رو روی این آفتابه ها بندازن، بعد از طریق قرار دادن این آفتابه ها در عرض می شود دستشویی های عمومی شما رو اینجوری بهتر مردم بشناسند. مثال می زنم از این چیزها بود، بعد همه اینا پخش می شود. یکی از تعابیری که بر ایشان یادمه که برخی از مواقع که خیلی عصبانی می شد و بهش توهین می کردن همین بود، می گفت شعور نداشتن کجاست. خب این make sense می کنه ظاهرا در زبان فارسی، میدونید شعور نداشتت کجاست، و الا اگر قرار باشه ما به معنای تحت و لفظی این رو در نظر بگیریم، خب آدم یا شعور داره یا نداره، یا طاقت داره یا نداره، اما make sense میکنه، یعنی یه جور تأکید بر اینه که تو قرار بوده شعور داشته باشی اما اکنون نداری، توجه فرمودید بدین معنا. در زبان اتفاقاتی از این دست میفته دیگه، برای افاده معنا ما از واژگان و سیاق‌های مختلفی استفاده میکنیم. ببینید مثلا یادمه باز با پاری از دوستان که سالها پیش در ایران این کتاب ویگنس ویلیامسون رو میخواندیم در فلسفه زبان بحث میکردیم با برخی از همکارانمون، یادمه در باب ابهام و دقت زبان این مثالها رو زده بود و بومی شدهش در فارسی این بود. اگر ما به کسی بگیم که فرض کنید میگیم ما کچل موفرفری، افاده معنا میکنه، هرچند معنی نداره که یکی هم کچل باشه موفرفری. میشه کسی هم کچل باشه موفرفری؟ نه، اما افاده معنایی میکنه از این، یعنی و این واژه رو که به کار میبرم افاده معنا میکنه، مثل این شعور نداشتت کجاست. یادم یه مثال دیگه که اونجا ذکر میکردیم، میگفتیم فلانی آخه مسلمونه نامسلمون، میدونید اینم باز افاده معنا میکنه، هرچند اگر تحت و لفظی ما بخوایم بگیم نمیشه که کسی یا مسلمونه یا نامسلمونه، اما ظاهرا یه معنایی رو شما منتقل میکنید با اینکه به کسی میگی فلانی مسلمونه نامسلمون، کچل موفرفری و قص الهازه. اینا خب از فانکشن های زبانه، یعنی حالا نمیخوام وارد بحث بشم، اگر شما معنا رو متناسب با یه امر بیرونی در جهان خارج بینگارید، نوعی تناظر میان زبان و جهان خارج برقرار کنید و قائل به آن باشید، خب خیلی از این واژگان معناداریش مشکل تبیینش. اما اگر زبان رو یه امری بدانید که عبارت است از قلعه هزار تویی که ما از این سو به اون سو میریم و از طریق فعالیت در این قلعه است که پاره از معانی برساخته میشن، مثل همون meaning is usage در معنای ویتکنشتاینی کلمه، خب پاره از این تعابیر اون وقت افاده معنا میکنه و از طریق آنچه که در زبان رخ میدهد. حالا ببینید سعدی هم میگه غم زمانه خورم یا فراق یار کشم، به طاقتی که ندارم کدام بار کشم، با عنایت به طاقتی که ندارم کدام بار رو بکشم، یعنی نمیتوانم
باری رو بکشم. اما از این طریق برای تأکید این ساختار نوشتاری رو به کار بسته سعدی. نه دست صبر که در آستین عقل برم، نه پای عقل که در دامن قرار کشم. خب از تعبیر دست صبر و پای عقل بهره برده برای اینکه بیقراری خود رو نشان بدهد. نه قوتی که توانم کنار جستن از او، نه قدرتی که به شوخیش در کنار کشم. نمیتونم از او فاصله بگیرم، قدرت و قوت اینکه از او فاصله بگیرم رو ندارم، و در این حال با شوخی کردن این شین رو شما بعد بذارید پس از کنار دیگه. نه قدرتی که به شوخی در کنارش کشم. اینگونه معنا میدهد برای اینکه شعر درست وزنش رعایت بشه، گفته است نه قدرتی که به شوخیش در کنار کشم، یعنی قدرت اینکه با او شوخی کنم و از طریق طنازی و شوخی کردن او را در کنار خود بکشم هم ندارم. مستعسلم، نمیتونم او رو فرو بنهم، نمیتونم از طریق طنازی و شوخی کردن او رو در کنار خود بکشم. صبر هم نمیتوانم بکنم و نه عقلی دارم نه صبری دارم. بعد میگه چون میتوان به صبوری کشید جور عدو، چرا صبور نباشم که جور یار کشم. بعد به خودش اینگونه تسکین میده، میگه ببین خب میشه ظاهرن که جور عدو رو کشید با صبوری. گفتن که میشه آدم بر دشمن خود صبوری کنه، ظلمی که به او میرود. میگه اگر این چنین است خب حالا چرا صبور نباشم که جور یار کشم. اگر دستم به او نمیرسه، هم غم زمانه باید بخورم، هم فراق یار بکشم. طاقت هیچ کدامش رو هم ندارم، اما ظاهرا بار هر دو بر دوش من سنگینی میکنه. و نهایتا به این نتیجه میرسه که چرا صبور نباشم که جور یار کشم. گلی چروی تو گر در چمن به دست آید، کمینه دیده سعدیش پیش خار کشم. اگر گلی مثل تو در چمن به دست آید، کمینه دیده سعدیش پیش خار کشم. کمینه از اصطلاحاتی است که سعدی و برخی دیگه از ادبا و شعرای کلاسیک ما اون رو به کار برده اند، معادل مینیمال یا حداقل در زبان فارسی و انگلیسیه. این سوش یعنی متضادش میشه بیشینه. کمینه خب عرض میشود که عنایت دارید به لحاظ ساختاری از طریق صفت هست، صفت کم به اضافه یونوه، مثل دیرینه. توجه فرمودید سبزینه، کمینه هم بر این سیاق ساخته شده. واژه فارسی خوبیه. بیشینه هم شما میتوانید آن سو به کار ببرید، متضاد کمینه. حد اقل و حد اکثر ما به کار میبریم که خب تعابیر در اصل عربی هن. بیشینه و کمینه واژگان فارسی هن و درست ساختم هستن این واژگان. به حال حداقلش اینه، اگر گل چروی تو در تو گر در چمن به دست آید، من حاضرم و به هر حال بسیار بسیار خرسند میشم که گلی مثل تو در چمن به دست بیاد. و دیده سعدی هم بسیار مشتاق است که شبیه گل روی توی در چمن به دست او بیاید. خب اون چنان که عرض کردم دو بیت خصوصا از این غزل از شهرتی برخورداره. بیت اول که دربارش توضیح دادم نسبتا به تفصیل، و بیت سوم نه دست صبر که در آستین عقل برم، نه پای عقل که در دامن قرار کشم. این ابیات از ابیات مشهور غزلی است که خواندم. غم زمان خوردن هم خب از تعابیری است که به هر حال سعدی هر از گاهی بهش اشاره کرده است، اما بیشتر جهت توضیح گیر و گرفت و استیصالی است که عاشق
یا محب باهاش مواجه شده است، فراق یار رو کشیدن یا غم زمان خوردن، و به طاقتی که ندارم به توضیح که عرض کردم و ندارد، اینکه کدام بار رو میتواند بکشد. بسیار خوب، از این غزل درگذریم، بریم به سر وقت غزلی که عرض می شود تنین عرفانی پررنگی داره و از لطافتی انصافا برخوردار است، تا به غزل سوم برسیم. از اینجا آغاز میشه غزل. احتمالا دوستان شنیده باشن این غزل رو. من خاطرم هست چند سال پیش به مناسبتی توفیق توضیح مختصر این غزل رو در جمعی یافتم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم، به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی تو باشم، به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم، نظر به سوی تو دارم، غلام روی تو باشم، به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم، ز خواب عاقبت آگه به بوی موی تو باشم، حدیث روزه نگویم، گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم، می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان، مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم، هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن، وگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم. خب عنایت دارید که بر خلاف غزل نخست که تنین و سویه زمینی پررنگی داشت، در این غزل که در زمره غزلیات مشهور و عارفانه سعدی به حساب می آید، قصه سر ز خاک برآوردن در فردای صبح قیامت و مجمعی که در آن شاهدان و زیبایان دو عالم جمع میشوند و مقولاتی از این دست که آمده است، غزل رو کاملا سیاق و سویه عرفانی بخشیده است. میگوید وقتی که میمیرم یا در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو هستم و بدان امید جان میدهم که بلکه خاک کوی تو باشم. تعبیر قیامت از تعابیری است که در ادبیات عرفانی ما و اشعار عرفا و ادبای ما به کار رفته است به تفاریق. پیشتر هم خواندم هفته گذشته این بیت از ابیات یکی دیگر از غزلیات سعدی رو: تو خود از کدام شهری که ز دوستان نپرسی، مگر اندر آن ولایت که تویی وفا نباشد، اگرم تو خون بریزی به قیامتت نگیرم، که میان دوستان این همه ماجرا نباشد. قصه قیامت و عرض می شود کار رو به اون موقع احاله کردن یا از آن روز سراغ گرفتن، خب در تعابیر عارفانه و عاشقانه زبان فارسی به وفور به کار رفته است. دیده ایم ما در محاورات خودمون هم احیانا یه وقت که از فراق با کسی یا جدایی، حالا نه جدایی عاشقانه، یعنی دلخوری و جدایی که رخ داده، میخوایم یاد بکنیم، میگه دیدارم با فلانی به قیامت افتاد. یعنی دیگه نمیبینیم هم دیگر رو، دیدارمون به قیامت. خب یه خاطره نقل بکنم براتون. سالها پیش در عرض می شود که دوران آقای خاتمی بود که اوج دوران اصلاحات بود و من یادم خدمت سربازیم تازه تمام شده بود و مشغول کار بودم، به نمایشگاه کتاب رفته بودم و یه سری کتاب برای مؤسسه معرفت و پژوهشی که تهران داشتیم خریداری کرده بودم. داشتم رد می شدم
در میان یکی از این غرفه ها و برخوردم به آقای دکتر حداد عادل که از مشاهیر عرصه سیاست و فرهنگ داخل کشورند، چنان که افتد و دانید. بعد سلام علیک کردیم. خب من سالها با هم همسایه بودیم، پسرشون از دوستان قدیم و رفیق گرمابه با گلستان من بود، خواهرم با دختر ایشون هم کلاس بود. نشست و برخواست های بسیار داشتیم. دختر کوچکشون که الان عروس رهبری هستند هم یادمه، بسیار اون موقع ها می دیدیم، هم بازی بودیم با هم، ایام طفولیت سنین 7-8 سالگی تا ابتدای نوجوانی 11-12 سالگی. باری مرادم اینه، صحبت کردیم قدری و حال احوال کردیم و بعد ایشان یک گله هم از پدر من کردند و بعد گفتن فلانی دیدار من که با ایشون افتاد به قیامت، این تعبیرم به کار بردن. کاری ندارم، من هیچی نگفتم، شنیدم و گفت که ایشون پاره نکات و گله هایی هم ذکر کردن که من هم به اختزای کلام چیزهایی گفتم و باری تمام شد اون دیدار سرپایی 10-15 دقیقه. حالا مرادم این بود، این تعبیر دیدارمون افتاد به قیامت، من البته پیش از این هم شنیده بودم، جاییست که دو نفر شکرابی بینشون می شود و ظاهرند حالا بنا نیست که به انتها برسد از هر دو سویا یکی از طرفین و بر قصه تلخی و شکراب بودن جدی دلالت می کنه. بسیار خوب، تعبیر قیامت رو هم در اینجا هم جاهای دیگه‌ای سعدی به وفور به کار بسته است. اون ابیاتی که براتون خواندم اینجا هم به معنای دیگری و در سیاق دیگری، به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برارم به گفتگوی تو خیزم به جستجوی تو باشم، یعنی صبح قیامت هم که از خاک سر برمی آورم در شوق دیدار و گفتگوی با تو خواهم بود، این شوق از وجود من رخت بر نخواهد بست، به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم، در محفلی مجمعی که زیبارویان دو عالم جمع بشوند نظر به سوی تو دارم غلام روی تو باشم. خب به خوابگاه عدم گر 1000 سال بخسبم، ز خواب عاقبت آگه به بوی موی تو باشم. بیت خیلی لطیفیه این بیت، مضامینش رو معنا میکنم، البته مشخص کم و بیش مراد سعدی چیه. ببینید واژه عدم رو که سعدی اینجا به کار برده، در ادبیات عرفانی ما عرض می شود که دلالت هایی داره واژه عدم و عدمستان. عدم یه معنای متعارفش عبارت هست از هیچ و نیست شدن، از بین رفتن، و معادل انگلیسی nothing و nothingness. یه معنای عرفانی داره چنان که مستحضری در ادبیات صوفیانه و عرفانی ما که مراد پای نهادن در قلمرویی است که ورای اعداد و ازداد. فی المثل مولوی در دفتر سوم مثنوی اونجا که میگوید پس عدم گردم عدم چون ارقنون گویدم که نا الیه راجعون، نه اینکه یعنی نیست میشم دود میشم و به هوا میروم. در ذیل داستان عاشق بخارایی و وکیل صدر جهان حوالی انتهای دفتر سوم، این ابیات مشهور که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم، میاد جلوتر بار دیگر از ملک قربان شوم وانچه اندر وهم ناید آن شوم، پس عدم گردم عدم چون ارقنون گویدم که نا الیه راجعون. یعنی مراتب رو توضیح میده، ابتداعا من نبات بودم، ابتداعا جماد بودم، از جمادی مردم و نامی شدم. نامی یعنی نمو کننده، یعنی موجودی که در حال رشد و نموه، مثل گیاهان نباتات،
میگه از جمادات رد شدم، به نباتات رسیدم. بعد میگوید که به انسان رسیدم. بعد از انسان پس چه ترسم که ایز مردن کم شدم. بعد میاد پای در عالم ملائک میگذارد و بعد از همه اینها پای در عدمستان می نهد. اگر قاعدتا عدم مرتبه نازل تری باشه، نباید این مراتب طی بشه و شخص پس از آن به عدم و عدمستان برسد. عدم یعنی جایی که اعداد و ازداد نباشند. جای دیگری مولوی در مثنوی می گوید من شدم اوریان زتن او از خیال، می خرامم در نهایات الوصال. اون نهایات الوصال همون عدمستانه کم و بیش، یعنی جایی که اعداد نیستن، ازداد نیستن، حیرت محض است، تعین و تقرری در کار نیست، بی تعینی، بی قراری، نهایت، اینا همه از مؤلفه ها و مقتضیات عدم و عدمستانه. شبیه به این رو چنان که قبلا هم در جایهای دیگری آورده ام، خب سپهری تحت عنوان هیچ و هیچستان ازش یاد کرده است. پشت هیچستانم، پشت هیچستان جایی است، آدم اینجا تنهاست و در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاری است. وقتی او از هیچ و هیچستان یاد میکنه، کم و بیش همین معنا رو مراد میکنه. به من حضور هیچ ملایم را نشان بدهید. در انتهای دفتر مسافر روان کنیدم دنبال باد بادکان روز، به من حضور هیچ ملایم را نشان بدهید. یا جای دیگری وقتی که در سوگ فروغ فرخزاد اون شعر لطیف رو سروده است، در انتها میگوید و رفت تا لب هیچ و پشت حوصله نورها دراز کشید و هیچ فکر نکرد که ما در میان پریشانی تلفظ درها برای خوردن یک سیب چقدر تنها ماندیم. لب هیچ یعنی همان هیچستان، یا هیچستانی که پشت حوصله نورها قرار گرفته است. این هیچ نه به معنای عدم و نیست شدن است، یعنی پای نهادن در ساحت و سیاق دیگری که تعینات از میان رخ بربسته، صور از میان رخ بربسته، اعداد و ازدادی در کار نیستن. یعنی نه فل مثل تاریکی و روشنی، فقر و غنا، زیبایی و زشتی، دوستی و دشمنی، اینا همه از مؤلفه ها و مقومات این جهانیه. ما وقتی که به عدمستان و هیچستان پای می نهیم، آری از این امور هست. باری این یک معنای دیگری از عدم و عدمستان. به نظر میاد که سعدی اینجا این معنا رو به کار نبرده و ازش سخن نگفته است، بلکه معنای متعارفی از عدم رو استفاده کرده، یعنی همون نیست شدن. توجه فرمودید، اینا رو گفتم تا توضیح داده باشم، به رغم اینکه این غزل غزلی عرفانیه، اما ظاهرا سعدی این رو اینجا مد نظر قرار نداده است. میگه اگر من نیست بشوم، یعنی برم به خوابگاه عدم، واقعا عدم بشم، نیست بشوم، به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم، ز خواب عاقبت آگه به بوی موی تو باشم. بو رو اینجا شما به دو معنا میتونید به کار ببرید. این که به بوی موی تو باشم، یعنی از پی بوی موی تو روان میشوم. خب یکی هم بو به معنای آرزوه، در آرزوی رسیدن به موی تو باشم. هر دوتاشه دیگه. تعبیر بو که نوبت پیشین هم اشاره شد به نسبت باد با بو و پخش کردن بوی خوش که در غزلیات سعدی نمونه هایش رو براتون خواندم و همچنین استشهاداتی به پاره از غزلیات حافظ کردم. بو رو به معنای عطر و بوی خوش میشه گرفت و در زبان فارسی بو به معنای باشد که در آرزویه هم به کار رفته است. به هر دو معنا میتونید اینجا شما بو رو ببینید و معنا بکنید. میگه آخر سر عاقبت آگه میشم ز خواب، از خواب هزار ساله هم اگر من
بوی موی تو را بشنوم بیدار می شوم، یا در آرزوی موی تو به سر می برم و خواهم برد و از خواب هزار ساله بر خواهم خواست. به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم. خب اینجا اشاره به عدم کردم، بذارید مثالی از مولانا بزنم که در آنجا واژه عدم رو به معنای عدمستان مولانا به کار نبرد. مثالی زدم در باب عدم به معنایی که گفتم عبارت است از فرارفتن از اعداد و ازداد در آثار مولانا. به دو غزل از غزلیات مولانا اکنون اشاره می کنم که در یکی عدم به همون معنای عدمستان به کار رفته است و در دومی عدم به معنای متعارف عدم، یعنی نیست و نابود شدن، که سعدی هم اینجا ازش یاد کرده. اون غزل خیلی لطیف مولوی که با این بیت آغاز می شود: آه چه بی رنگ و بی نشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم. گفتی اسرار در میان آور، کو میان اندرین میان که منم. بحر من غرقه گشت هم در خیش، بلعجب بحر بیکران که منم. فارغ از سودم و زیان چو عدم، طرفه بی سود و بی زیان که منم. این جهان و آن جهان مرا مطلب، کین دو گم شد در آن جهان که منم. گفتمانی به گفتهای خموش، در زبان نامده از آن که منم. گفتمان در زبان چو در نامد، اینت گویای بی زبان که منم. تا انتهای غزل. باری این تعبیر رو: فارغ از سودم و زیان چو عدم، طرفه بی سود و بی زیان که منم. این اون معنای عرفانی عدمه، یعنی ورای سود و زیان که در اداد ازدادن در این عالم، مثل دوستی و دشمنی، زیبایی و زشتی، فقر و غنا، بلندی و پستی که از مقومات و مؤلفه های این جهانیه، دشمنی و دوستی که بغض و کینه از سوی و محبت از سوی دیگری، اینا تماما اموری هستن که هستی رو پر کرده اند دیگه، این جهان رو. و میگوید که من فراتر رفتم از سود و زیان و به عدم رسیدم، یعنی از اون دوگانه ها فراتر رفتم، از اون دایکوتومی هایی که ما در جهان میشناسیم. اما معنای دوم عدم که همون معنای متعارف عدم است چطور؟ اون غزل لطیف مولانا که هم استاد ناظری اون رو با صدای خوش خوانده است، هم استاد شجریان و در زمره مشهورترین غزلیات دیوان شمس است، همه دوستان ابیاتی از اون رو به خاطر دارند: بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود. گاه سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی، آن منی کجا روی، بی تو به سر نمی شود. بی تو نه زندگی خوشم، بی تو نه مردگی خوشم، سر ز غم تو چون کشم، بی تو به سر نمی شود. خواب مرا ببسته ای، نقش مرا بشسته ای، و از همه ام گسسته ای، بی تو به سر نمی شود. گر تو سری قدم شوم، ور تو کفی علم شوم، ور بروی عدم شوم، بی تو به سر نمی شود. عنایت فرمودید این بیت لطیف از کل غزل دلانگیزی که ابیاتش رو براتون خواندم متضمن همین معنایی است که سعدی از عدم اینجا داره به کار میبره. گر تو سری قدم شوم، ور تو کفی علم شوم، ور بروی عدم شوم، یعنی اگر بروی من نیست و نابود میشم، به همین معنای متعارف عدم. اما اون غزل اولی که از دیوان شمس خواندم متضمن معنای عرفانی از عدم و عدمستان بود. باری سعدی اینجا به همین معنای متعارف واژه عدم رو به کار برده است: به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم. اگر من برم و برم در خوابگاه عدم، نیست و نابود بشم، بوی تو که میپیچه در آرزوی رسیدن به تو، از خواب بر میخیزم. که خب سیاق غزل البته نشان میدهد که مراد خداوند و امر متعالیه. حدیث روزه نگویم، این هم یکی از مؤیدات و استشهادات غزل است که تنین عرفانی اون رو
برجسته تر میکنه. حدیث روزه نگویم، گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم. میگه من از پی بهشت نیستم، من از پی روزه با سادوزاد دیگه، باغ و بوستان و عرض میشود که گلزار بهشت نیستم، از پی جمال و زیبایی حور عین هم نیستم، بلکه دوان به سوی تو هستم. می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان، مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم. میگه من از پی می که در بهشت نوشانده می شود، چون می دانید در قرآن آمده است که می گساری و نوشیدن می در بهشت که جاری و ساری است. یادم پارسال رمضان من سوره عرض می شود که بله الان خاطرم رفت که در 5 جلسه شرح کردم در مرکز اسلامی ولی عصر. بله مؤمنون نبود، اسراء هم نبود، اونها مال سالیان پیش بود. باری حالا اگر تو این فاصله نگاه کردم میگم خدمت. بعد در پاره از ابیات ببخشید پاره از آیات این سوره خب به صراحت آمده است، چنان که میدانید که مؤمنان در بهشت می مینوشند. و یکی از مستمعان اون جمع یادم به اعتراض از من پرسید که خب چرا این تعابیر در قرآن آمده است و شما توضیحتون چیست؟ البته توضیح من همیشون رو قانع نکرد، اما به هر حال اکنون عرض میکنم جهت اینکه چرا می گساری یا خوردن می و پاره از اموری که در این جهان منع شده در شریعت اونجا دربارش توضیح داده شده، بلکه هم توصیه شده یا توصیف شده که مؤمنان به اون مشغولند. من سخنم این بود و البته اصل این سخن متعلق به مولوی و غزالیه. اونم این که می گساری یا اموری از این دست از این جهت محرم شده اند یا حرام شده اند که اسباب نزاع رو در عالم بیشتر می کنند، یعنی به قول مولوی آنچنان را آنچنان تر می کند. می چیزی به انسان اضافه نمی کنه، بلکه آنچه که در او هست رو می نمایاند و بر آفتاب می افکند. عین این سخن رو غزالی راجع به موسیقی گفته. خب آنچنان را آنچنان تر می کند. بعد مولوی میگه چون اغلب آدمیان بدند و بدپسند و پلشتی و ناپاکی در وجودشون رخنه کرده یا دست کم مؤلفه های از آن رو یافت میشه، این رو منع کرده ان تا بروز و ظهور نکنه، لیک اغلب چون بدند و بدپسند بر همه می را محرم کرده اند. میگه می رو بر همه محرم کرده ان برای اینکه اغلب بدند و بدپسند، یعنی اون پلشتی ها و ناپاکی ها در وجودشون هست. اگر اون بریر ها، اگر اون موانع برطرف بشه، اینا بروز و ظهور میکنه. و می یکی از اون مؤلفه هایی است که خب از قدیم هم گفته ان مستی و راستی، یعنی فرد اون مهارها از پیش روش برداشته میشه. توضیح مولانا راجع به می اینه، راجع به شراب میگه به همین خاطر شراب رو منع کردن. وقت شما این رو اگر پیش رو بگیرید، من اونجا گفتم خب در بهشت چون کسانی که هستن ظاهرا دیگه اون پلشتی و ناپاکی ها از وجودشون رخ بربسته، خب اگر آنچنانشون آنچنان تر بشه دیگه مشکلی نداره، دیگه مسئله ای نیست. اون مال وقتی بود که موانع و اموری که رادع و مانع بودن رو ازش استفاده میکنیم برای کنترل کردن. اگر این انسان شناسی رو شما بپذیرید که تشخیص مولوی این بوده و چنان که عرض کردم غزالی هم این سخن رو پیشتر در احیای علوم دین آورده است، یه مقاله خیلی خوب و محققانه آقای سروش داره در کتاب قصه ارباب معرفت غزالی و مولوی، اونجا اقتباسات و تأثیرات مولوی از غزالی رو ایشون به نیکی توضیح داده، استشهادات مبسوطی در اون مقاله آورده است. من اولین بار اونجا خوندم که فی المثل رأی مولوی در باب موسیقی به چه معنا متأثر از غزالیه.
در باب می هم اگر اشتباه نکنم اولین بار اونجا دیدم و بعد البته در مثنوی خواندم و پیش رو گرفتم. این تئوری اصلش مال غزالیه و بعد مولانا هم اون رو بالو پر داده. باری قصه می بهشت ننوشم کاملا مصداق داره و این در قرآن آمده است و این چنین میشه اون رو با توضیح که عرض کردم به نحوی این چنینی فهمید. البته عرض کردم اون خانم خیلی این توضیح رو نپسندید، گفت خب پس با این توضیح شما خیلی کارهای دیگه هم شاید در بهش بشه کرد. گفتم به هر حال آیات که ظاهرش نشان میدهد که میگساری در بهشت جاری و ساریه. حالا اینا که فل جمله آمده و گفتم هم که ما درک درستی که از این امور نداریم و نمیتوانیم داشته باشیم، فل جمله از یه حقیقتی حکایت میکنه، فل جمله دیگه بل جملش یعنی به نحو مبسوطش رو ما نمیدانیم و نخواهیم توانست دانست، چون که تخت بند زمان و مکانیم. باری سعدی میگه که حتی من به می بهشت هم کاری ندارم، میی که در بهشت جاری و ساری به توضیح که عرض کردم، می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان. ساقی که می می نوشاند گفت به قول حافظ چون ساقرت پر است بنوشان و نوش کن. ساقی وقتی ساقرش پر باشه می نوشد و می نوشاند، چون ساقرت پر است بنوشان و نوش کن. باری می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان، مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم. من مست میشم اما بدون باده، بدون احتیاج به باده مست میشم. مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم. هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن، هزار تا بیابان هم که در میان باشه با وجود تو و به شوق رسیدن تو البته سهل است پیمودنش، مگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم. خب عنایت کردید که این غزل که مانند دیگر غزلیاتی که تاکنون خوانده ایم سلاست و لطافت در آن موج میزند، تنین عرفانی برجسته و پررنگی داره. من کوشیدم در باب مقوله بهشت و نوشیدن می در بهشت و همچنین مفهوم عدم و به اقتضای کلام و سخن مطالبی رو با شما در میان بنهم جهت فهم بهتر این غزل. خب حسن ختام بحث امروز ما غزلی است که یک بیتش رو نوبت پیشین در کلام درج کردم و خواندم. اگر مجالی باشه دوست دارم که دیگر ابیات این غزل رو هم برای دوستان بخوانم. خب غزل لطیفیه و تا جایی که من دیدم و دریافتم استاد ناظری در آلبوم بن مایروخ هم این غزل رو خواندن. خدا عمر بده هم به ایشون هم به جناب شجریان یا خانواده شجریان، همچنین خانواده ناظری که به هر حال خدمت بسیاری به فرهنگ و هنر این مرز و بوم کرده اند. در پرانتز اینو ذکر بکنم قبل از اینکه این غزل رو بخوانم، چند وقت پیش یکی از نشریات داخل کشور یه نوشته از من خواستن که بنویسم، به اصرار هم خواستند از این جهت که اون موقع ظاهرن فکر میکردن حال استاد شجریان خوش نیست و قرار بود اون ویژه‌نامه در بیاد، تا اکنون در نیامده و هنوز اون نوشته من جایی منتشر نشده است. باری راجع به جناب شجریان و آشنایی خود با آثار ایشان و در وهله بعدی پسر برومندشون جناب همایون شجریان، یکی از نکاتی که در آن یادداشت نوشتم و با بحث کنونی ما نسبتی داره این است، گفتم که افزون بر حظ هنری و خوش شدن اوقات ما با صدای نازنین و حنجره طلایی استاد شجریان و در وهله بعدی پسرشون، و حالا اینو میشه تعمیم داد به استاد ناظری،
یک خدمتی که افزون بر پاسداش و احیاء سنت موسیقایی ایرانی این بزرگان کرده اند این است که ما رو با میراث گرانقدر ادبیات فارسی آشناتر کردن. شما نگاه نکنید به خودتون که علاقمند به این متون هستید یا کسانی مثل من که به هر حال به اقتضای کار و شغل و علاقهشون بسیار نسبتی دارن با این مضامین و ادبیات کلاسیک رو در مطالعه میگیرن. خیلی از هموطنان ما ماها و سالها میگذره هیچی که از این متون کلاسیک رو باز نمی کنن و نمی خوانن و حظشون از حافظ و سعدی و مولوی صداهای خوش خانواده شجریان، خانواده ناظری، حسام الدین سراج فرض بفرمایید که دیگر خوانندگان بزرگ این عهد و این ببخشید مرز و بوم. از این حیث اینها به غنای زبان فارسی و پخش آن در میان فارسی زبانان خدمتی کردند. ممکنه همه ابیات غزل رو نخوانند افراد، اما همین که در صامعه ایشان می نشینند یا در کنسرتی که شرکت می کنند غزلی که از سعدی خوانده میشه، از مولوی، از حافظ خوانده میشه، اینا کمک میکنه به پرورده تر شدن حافظه جمعی ما از این حیث. و خصوصا که پاره از آدمیان شنیداری هن بیشتر، یعنی بیش از این که از طریق اون دیگه تیپولوژیه، بعضی ها هستن میدونی دیداری شنیداری هن، یعنی از طریق شنیدن و دیدن بیشتر درک میکنند و منظومه معرفتیشون از عالم شکل میگیره در قیاس با خواندن. خب برای این افراد شنیدن و یا دیدن کنسرت یا شنیدن یک آلبوم کمکشون میکنه، میفهمن آها این شعر رو سعدی سروده، حافظ سروده، مولوی سروده، فرض بفهمید عطار سروده و قص الهازا. این یه خدمتی به ادبیات این مرز و بوم هم بوده است و امیدوارم که افرادی که در همین مسیر طی طریق میکنن و پیش میروند، شاگردان این بزرگان و کسانی که تازه پا به عرصه نهاده اند هم بتوانند به نیکی این رو پی بگیرند و پیش ببرند. با کمال احترام و ارادت، البته پاره از اوقات برخی اغلاط در نحوه خواندن این بزرگان هم رخ داده است که در قیاس با خدمات کثیری که کرده اند هیچه. یکی دو تاشو اشاره میکنم و بعد این غزل رو بخوانم. استاد ناظری جایی یکی از غزلیات حافظ رو که با این بیت آغاز می شود: بوتی دارم که گرد گل ز سنبل سایبان دارد، بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد. ایشون می خوانند بوتی دارم که گرد گل ز سنبل سایبان دارد، اما گرد گل اینجا معنای درستی نداره، یعنی معنای محصلی نداره در این بیت. گرد گل این گردی صورت، بوت یا همون محبوب. بوتی دارم که گرد گل ز سنبل سایبان دارد، یعنی این گردی صورتش سایبانی از جنس سنبل داره. بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد. ایشون میخونند گرد گل، که خب درست نیست و درستش گرد گله. یه جا هم استاد شجریان من دیدم که اولین بار اینو کنسرتشون رو زنده لندن بودم این غزل رو میخواندند، باز غزل از حافظه، بعد چند بار هم که شنیدم همچنان به نظرم این خطا توش راه داره. خاطرم است با پدر هم در این باب صحبت کردم، نظر ایشون هم همین. غزل خیلی خوش حافظ که با سمن بویان آغاز میشه: سمن بویان غبار غم چو بنشانند، چو بنشینند بنشان، با این آغاز میشه دیگه. بیت دوم غزل اینه: به فتراک جفا دلها چو بربندند بربندند. جناب شجریان، حالا این خطا البته ریزتره اما خب خطاست، ایشان میخونند که اگر دقت بکنید، من چند بار شنیدم، میخونند که به فتراک جفا دلها چو بربندند بربندند. خب اینجوری میخونن، اما حقیقتش در سیاق غزل اونقدر که من میفهمم اون تعبیر دوم برای تأکیده،
میدونید، نه اینکه بربندن، یعنی بربندن انگار دست و پاشون بسته است. من فرض کنید به شما میگم رفتم که رفتم، توجه فرمودید؟ دارم تأکید میکنم دیگه، معنا قضا عوض میشه. ایشون میخونن که به فتراک جفا دلها چو بربندند بربندند، اما میگه نه، وقتی که بربندند بربندند، یعنی اگه رفتند رفتند، توجه فرمودید؟ باری این البته ریستره، اما خب معنای شعر رو عوض میکنه. یه جای دیگر هم بود که کار دیگری از جناب شجریان که از شهرتی هم برخورداره، سر به چمان من چرا میل چمن نمی کند، همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند. دیدم یک بار که با پسرشون همایون اجرا کرده بودند، یک بارم که خودشون سالها پیشتر. این البته به نظرم ذکر می کنم چون دیدم برخی ایراد گرفته بودند به استاد شجریان، اما این فکر کنم درست نباشه، از این جهت که در نسخ مختلف حافظ این بیت با همه عطف دامنت دامنش آیدم از صبا عجب که از گذر تو خاک را مشک ختن نمی کند. این بیت رو در پاری از نسخ عطر دامن آمده یا عطر دامن، برخی از نسخ هم عطف دامن، عطف دامن جای این میخواستم بگم خطا نیست، یعنی ایشون عطر رو اشتباهاً عطف یا بالعکس نخوندن. من اول فکر میکردم اشتباه، اما بعد دیدم نه، در نسخ مختلف حافظ هر دو ضبط آمده است و عطف دامن و عطر دامن هر دو درسته. خب این رو هم گفتم به مثابه یک پرانتزی که هم ذکری کرده باشم از این بزرگان و خدمتی که کرده اند به تاریخ این مرزوبوم و انصافاً آب لطفی که افشانده اند و حازمه و سامعه ما رو و حافظه ما رو پر کرده اند و آکنده از خاطرات خوش و میراث هنری ماندگار. این غزل رو که میخوانم، ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی، عرض میشود که البته ببخشید، ظاهرا این غزل رو جناب شجریان، ببخشید جناب ناظری، نخونده اند. اون یک غزل دیگری است. یک لحظه اشتباه من کردم. بیت اولش قرابتی داره، نمیدانم این غزل رو کی خوانده باشه. اون ندانمت به حقیقت غزل دیگری است. باری بذارید این غزل رو بخوانم براتون، بعد راجبش صحبت میکنم. به اختصار و عرایض امروز رو ختم میکنم. من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی. ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی؟ آن نخالست و زنختان و سر زلف پریشان، که دل اهل نظر برد که سریست خدایی. پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند، تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. عشق و درویشی و انگوش نمایی و ملامت، همه سهل است تحمل نکنم بار جدایی. حلقه بر در نتوانم زدن از دست رقیبان، این توانم که بیایم به محلت به گدایی. روز صحرا و سما است و لب جوی و تماشا، در همه شهر دلی نیست که دیگر بروبایی. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. شمع را باید از این خانه به در بردن و کشتن، تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. سعدیان نیست که هرگز ز کمندت بگریزد، سعدیان نیست که هرگز ز کمندت بگریزد، که بدانست که در بند تو خوشتر که رهایی. خلق گویند برو دل به هوای دگریده، نکنم خاصه در ایام اتابک دو هوایی. خب آنچه که ابتداعا ذکر کردم و البته اشتباه میمونی بود، چون ذکری از
اصحاب موسیقی عزیز رفت. اون ناظر به غزلی است که ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی، با این مطلعه، و استاد ناظری این رو خوانده است. اما این غزل که با مطلع من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی، نمیدانم چه کسی اون رو خوانده است، میشه نگاه کرد. قاعدتا باید این غزل هم خوانده شده باشه، بس که لطیف و سلیسه. خب من اون رو از این جهت اختیار کردم که نوبت پیشین هم در حین کلام بیتی از ابیات این غزل رو خواندم و بعد هم لطافت و سلاستش رو میبینید دیگه، کاملا هم در یک ژانر رومانتیک زمینی قتل رو سعدی سروده است. میگه دوستان عیب میکنن مرا که آخه چرا به تو دل دادم، اما خب من باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی، بعد به تو بگن اول یا بگویم که تو چرا اینقدر خوب و زیبا و لطیفی که من به تو دل دادم. بعد از گلهی که میکنه و اشاره میکنه، من نمیدونستم که تو بیمهر و بیوفایی، و بهتر آدم عهد نبنده تا اینکه ببنده و بعد نپاید و نیاید. خب در ادامه غزل میگوید که من تحمل میکنم همه تلخی ها رو، عشق و درویشی و انگوش نمایی و ملامت. من ملامت دیگران رو به جان میخرم، اینکه انگوش نمای خلق و این و آن بشوم، آن رو هم به جان قبول میکنم، درویشی رو هم همینطور، اما بار جدایی رو نمیتوانم. همه سهل است تحمل نکنم بار جدایی. خب بعد میگه روز صحرا و سما است و لب جوی و تماشا. خب سعدی شیرازی هم بوده، در شیراز هم که جوی و عرض میشود تماشا و سما و اموری از این دست هم که فراوان بوده است. راجع به واژه تماشا هم یه نکته رو عرض بکنم احیانا، چون به هر حال ما در مقام شرح غزلیات سعدی هستیم و سویه ادبی پررنگی هم این جلسات داره. برای دوستان اهل فضلی که احیانا نمیدانند، تماشا در زبان عربی، میدانید اصل واژه عربیه، بعد به زبان فارسی آمده است. در زبان عربی تماشی یعنی راه رفتن با یکدیگر است، مشی کردن. دو نفر که با هم راه می روند به این میگن تماشی. خب در زبان عربی مش کردن، فلسفه مشاء هم که از ارسطو به این سمت آمده است، اسم به این سبب گذاشته شده که معمولا اون اصحاب با یکدیگر راه می رفتن و بحث می کردن، به همین سبب به اون گفتن فلسفه مشا، یعنی کسانی که در مش بحث و فحص میکردند و گفتگو. باری این از فلسفه مشا و عرض میشود واژه تماشی. اما نه اینکه وقتی که افراد با یکدیگر راه میروند دو نفر گفتگو میکنند به منظره و این سو و آن سو هم نگاه میکنند در فضای آزاد، فرض بفرمایید رفته رفته تماشی معناش نقل مکان کرد از راه رفتن دو نفر به دیدن مناظر و مرایا، یعنی جاهایی که محل رؤیته. و در ادبیات فارسی کلاسیک هم همین معنای از واژه تماشا به کار رفته است. مولانا که در دیوان شمس میگه تماشا مرو نک تماشا توی، جهان و نهان و هویدا توی، چه اینجا روی و چه آنجا روی، که مقصود از اینجا و آنجا توی. تو درمان غمهاز بیرون مجو، که پازهر و درمان غمها توی. تماشا مرا یعنی به تماشای بیرونی نرو، به مناظر درونی خودت نظر کن. باری این اون معنای از تماشاست که امروزه هم ما به کار میبریم و اون تطور معنایی که ابتداءً پیدا کرده بود در میان ما دیگه برقرار مانده است. روز صحرا و سما است و لب جوی و تماشا. میگه خیلی فضای خوشیه و تماشاست و سما است و لب جوی و
در همه شهر دلی نیست که دیگر بربایی. میگه تو که همه رو مفتون و مسحور خودت کردی، دیگه کسی نمانده که عرض میشود دلش گرفتار تو نباشه. در همه شهر دلی نیست که دیگر بربایی، چیزی دیگه نمانده. همه اینها رو میگه. اون وقت اون بیت پارادوکسیکالی که نوبتی پیشین هم با استشهاد به یکی از غزلیات دیگر سعدی بهش پرداختیم، میگه من گفته بودم اگر تو بیایی خیلی حرفا میخوام باهات بزنم، اما چه کنم که وقتی تو میایی دیگه غم از دل میره و من با این موقعیت تراژیک مواجهم. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. وقتی تو میایی دیگه غمی در میانه نمیمانه. شمع را باید از این خانه به در بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. میبینید مثل حرف زدنه. نوبت پیشیدم گفتم انگار داره حرف میزنه، انگار داره میگه ما باید به همسایه بگیم که عرض میشود که باید شمع خاموش کنیم تا همسایه بوی نبره تو اینجا. اما ببینید چقدر لطیف در دل یک بیت غزل نشسته این حرف، انگار داره با یکی حرف میزنه، حرف معمولی و متعارف. این از اون نقاط قوت شعر سعدی که سهل و ممتنه. داره قصه میگه انگار. شمع را باید از این خانه به در بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. همسایه نباید بفهمه تو اینجایی. شمع را باید فوت کنیم، بکشیم، چون تو از همه دل رو بوده ای و اگر همسایه بفهمه خلاصه رها نمیکنه ما رو. سعدی آن نیست که هرگز ز کمندت بگریزد. فکر نکن من از اون کسانی ام که میگریزم و عرض میشود مایوس میشم، به تعبیر امروزی ها پیگیرم، ول نمی کنم. فکر نکن که بدانست که در بند تو خوشتر که رهایی. برای اینکه متوجه شده و تصویر و تلقیش اینه که در بند تو باشه خوشتر از اینکه رها بشود. این بیت احتمالا تداعی میکنه در ذهن عزیزان این بیت رو که یا این مصرع رو که من از آن روز که در بند تو هم آزادم. این که یه جور بند اسارت، اما این بند اسارت تو هم با آزادی است. چرا که از دیگران یعنی آزاد میشوم و که بدانست که در بند تو خوشتر که رهایی. حالا در بند تو بودن اینجا میگه بهتر از رها شدن از توست. این قابل جمع با اون بیتم که میگه من از روزی که در بند تو هم آزادم، یعنی اولا یک آزادی و انفتاح وجودی و هم از دیگران آزاد شده ام و دیگر در بند ایشان نیستند. آخر هم که میگه خلق گویند برو دل به هوای دگریده، میگن برو و برو به این سراغ دیگری، میگم نه من هیچ این کار رو نمی کنم و همچنان در آرزوی نشستن و به سر بردن با تو هستم. بسیار خوب، غزل رو ملاحظه فرمودید و توضیحاتش رو دادم. دو بیت از ابیات غزل رو نرسیدم در بارش سخن بگم، اجازه بدید اون رو هم عرض بکنم و بحث امروز رو ختم بکنیم. ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی. مرادم واژه خوب و خوبان است، که فقط تأکید بکنم که مراد از خوبان اینجا زیبارویان است، همانطور که مستحضری، نه یعنی انسانهای خوب. خوبان زمانه یعنی زیبارویان زمانه. قبلا هم گفتم به تفاریق واژه خوب در ادبیات کلاسیک ما به معنای زیبایی به کار رفته است. در مثنوی که مولوی میگوید ده زکات روی خوب ای خوب رو، شرح جان را شرح شرح بازگو، که از کرشمه غمزه غمازه ای بر دلم بنهاده داغ تازه ای. اینجا خوب به معنای زیبا روه. ده زکات روی خوب ای خوب رو، ای انسان زیبا رو، این زکات روی خوبت رو بده. حافظ هم به کار برده تعبیر خوبی رو به معنای زیبایی. گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز، گفتا ز خوب رویان این کار کمتر آید. توجه فرمودید خوب رویان یعنی زیبا رویان در غزل حافظ که ذکر کردم. سعدی هم اینجا میگه ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه،
یعنی ای کسی که به من گفتی نرو اندر پی زیبا رویان زمانه، ما کجا ایم در این بحر تفکر، تو کجا؟ این یک نکته. و نکته آخر هم این بیت که پرده برگار، پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند، تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. این مصرع از شهرتی برخوردار است و میگه خب بر آفتاب بیفکن زیبایی خود رو و اجازه بده دیگران هم ببینند که زیبایی تو و لطافت و عرض می شود سحاریت تو از چه قرار است، چرا که تو بزرگی و در آینه کوچک نمی نمایی. در سیاقهای دیگری اگر دیده باشید این رو به کار می برند و برای توضیح کسی که واقعا بزرگی داره، حالا نه یعنی بزرگی سوری و زیبارویی، بلکه عظمتی داره، فخامتی داره و در آینه کوچک اون دیده نمی شود. میگه پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند. میگه تو پرده رو از چهره بردار، برقع رو به قول حافظ از روی صورت بردار که بیگانه خود این روی نبیند، که کسی که بیگانه است این روی تو رو نمیبینه. تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. بهتر از خود رو بر آفتاب بیفکنی تا دیگران هم قدر و منزلت و زیبایی و در سیاقهای دیگری بزرگی و عظمت و ابهت تو رو ببینند و دریابند. بسیار خوب، این غزل هم غزل سوم و آخری بود که برای امروز اختیار و انتخاب کرده بودم. غزل اول و سوم از غزلیات سگانه امروز تنین عاشقانه رمانتیک زمینی داشتند آشکارا و از شهرتی برخوردار بودند هر دو و هستند. دومی غزل عاشقانه عارفانه بود، خصوصا با عنایت به واژگانی که از بهشت و عدم و روز قیامت و مضامینی از این دست داشت و مانند نوبت پیشین کوشیدم که یک توازنی برقرار بکنم میان غزلیاتی از این دست و غزلیاتی از آن دست، یعنی غزلیات عاشقانه زمینی و همچنین غزلیات عاشقانه عارفانه. خب از توجه دوستان سپاسگزارم. احیانا اگر ملاحظه نکته‌ای هست بفرمایید تا پس از آن جلسه امروز رو ختم بکنیم و انشالله هفته بعد غزلیات دیگری رو به بحث بگذاریم. ما به انتهای فروردین و آغاز اردیبهشت هم نزدیک می‌شویم. سعدی ماه اردیبهشت رو خیلی دوست می داشته، هم در گلستان اشاره به آن کرده و هم تجربه زیسته ما در ایران به ما می گوید که بهار شیراز و توسعاً بهار ایران ظاهراً بسیار اون ایام دلانگیز بوده است و شکوفه های گلها همه جا رو فرا می گرفته، عطرشون در فضا پخش می شده. به قول سهراب می گوید که هر کجا برگی هست شور من می شکفت. ظاهراً شور سعدی هم در اردیبهشت شکفته بوده، هم هنگام نگارش گلستان و هم سرایش بوستان. از این جهت این حسن تصادف رو به فال نیک می گیرم که چند جلسه بعدی ما در تکمله شرح غزلیات سعدی در اردیبهشت ماه جلالی برگزار می شود. هرچند ما در این سوی کره خاکی هستیم اما اشکالی ندارد. به قول حافظ گرچه دوریم به یاد تو قدح میگیریم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. ممنون. بله خوش میشه، بسیارم خوب. بله بله، من چون دیار سعدی شیراز و ما ایرانی هستیم اشارتی به اون خطه و دیار کردم و الحمدلله ماه اپریل و خصوصا نیمه های اپریل که اکنون در آن واقع شده ایم هر سال که فرا میرسه دیگه اون سرما از میان رخت بر میبنده و اوقات خوشی رو ما تا
تجربه میکنی، مانند امروز که هوا هم خیلی خوشه و پاره‌ای از دوستان هم رفتن به تفرج و تماشا. و خب بفهمید ملاحظه‌ای داشتید؟ خواهش میکنم. بسیار عالی. اگر نکته‌ای ملاحظه‌ای نیست بفهمید. والا ظاهراً سیاق غزل همه نشان می‌دهد که به امر متعالی داره اشاره می‌کنه. درسته که از مزامین و مفاهیم و واژگانی این چنین استفاده کرده، اما چون میگه حدیث روزه نگویم، گل بهشت نگویم، جمال حور نگویم، دوان به سوی تو باشم، میگه بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان، مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم. ظاهراً سیاق غزل این چنینه. پاره‌ای هم دیدم در شرح این غزل، حالا شرح نه شرح کامل، در اشاره‌ای به غزلیات عارفانه سعدی به این غزل هم اشاره کردن و اون رو نام به این معنی. بله، برخی اوصافی که گفته است کلن، آخه ببینید راجع به امر متعالی سخن گفتن، برای اینکه این قابل فهم بشه به هر حال شما باید از مفاهیم و مزامینی استفاده کنید که قابل صورت بندی کردن باشه، یعنی کانسپچوالایزش بکنید، توجه فرمودید، بهش شکل بدید، شما ببر شکل و شمایل داشته باشه، کانسپچوالایز بشه به این معنا. اما از این که در گذریم برای نام بردن از خداوند یا اشاره کردن به این که ایشان به هر حال محبوب واقع میشه، فکر کنم همینا خیلی توضیحات قابل فهمی دیگه. حالا اینو گفتی درس بکنم و عرایزم رو ختم میکنم چون به کلاس بعدی هم باید برسیم. یادمه در همین دبیرستان که بودیم یکی از معلمان ما بود که خیلی گرایش های شیعی غلیظی داشت، معلم عربی ما بود و بعدن هم معلم دینی و بسیار با تصوف و عرفان و فلسفه مخالف بود، بسیار با هر دو اینا. بعد یادم یک بار در کلاس ما شعرهای عربی میخوندیم، شعرهای فرزدق، اشعار دیگر شعرهای عرب بیرون از آنچه که در کتاب درسی موظف بود، و به چه بهانه ذکری از حافظ به میان آمد خاطرم نیست، ایشان یه طعنی زد و گفت خدا مگه مثل محبوب و معشوقی که شما عاشق چش و ابروش بشی قربون صدقش بری، و گفت این چه خبط و خطاییست، حالا به تعبیر من، که در ادبیات عرفانی ما به کار رفته است. من یادمه با همون عقل اون موقع 17 سالم به ایشون گفتم که خب آخه مگه چه میشه کرد، گریز و گزیری از این نیست کسی بخواد محبت خودش رو به خدا نشون بده، خب در یه قالبی بعد بگه که برای ما قابل فهم باشه. حالا مرادم اینه، این که شما میفهمید، گفتم فرض کنید روا باشه خداوند رو دوست داشتن و از آن سخن گفتن، فرض کنیم، خب چیکار کنه اون رو میخواد بگه؟ خدا که جسم نداره، خدا که محدودیت نداره، در این حال کسی میخواد ابراز محبت به او بکنه، در قالب و سیاقی بعد اون رو به کار ببره که ما از آن افاده ابراز محبت بکنیم و بدانیم داره به یه چوب که آدم ابراز محبت نمیکنه، یعنی قاعدتا در یه صورت انسانی باید اون رو بریزه و ازش سخن میگه. میخوام بگم این که زخاب عاقبت آگه به بوی موی تو باشم رو به هر حال به این معنا میشه این چنین فهمید، تصورم اینه، و یه جور آنتروپومورفیزمی توش هست، یعنی انسان گونه انگاری، اما ظاهرا گریز و گزیری هم از این نیست برای ابراز عشق و محبت. حالا سعدی که این چنین است میدانید اوج این کار خب غزلیات عاشقانه عارفان مولانا است، اونجا شما کاملا میبینید که قلب زن از خود استفاده کرده و در باب خداوند سخن گفته، هرچند مرجع زمین آگاهی از غزلیات شمس حسام الدین برخی از اوقات شمس تبریزی نادرس اوقاتی از اوقات هم خداوند است، هر حال ما جهت ابراز محبت رو گوری
تبریز و گزیر دیگری از نسل آدمان نداریم اشاره کرده است. خب ممنون از حوصله و عنایت عزیزان به بحث. انشاءالله هفته آتی جلسه بعدی در خدمت دوستان هستم. تا آخر اپریل فکر میکنم همچنان دو هفته دیگه ما داریم. من اوائل ماه می سفری به اروپا دارم، 7-8 روزی و یک نوبت کلاس ما تعطیل میشه، اما قبل از آن دو هفته دیگه بر جای است و اردیبهشت هم در راه. انشاءالله نظریات دیگر سعدی وقت ما بیشتر خوش میشه. یه نکته هم عرض بکنم، کاری از دوستانم از من پرسیده بودن راجع به زندگی سعدی. من هم در جلسه اول دوستانی که از نسبتا سخن گفتم و هم در پاره دیگر از فایل های صوتی که راجع به گلستان و شرح دوستان سخن گفتم، و همین جهت دیگه فکر کردم بیش از آن جای بحث دادن نبود. یه وقت اگر عزیزان دلن داری با از من بیشتر بشه و من میتوانم فایل های شرح دوستان و فایل های شرح دوستان از این سایت های اما خب چون تا کنون به شرح غزلیات همت نگمارده بودم،